سلام، محسن نبوی هم و به یه ویدیوی دیگه از ویدیو باز خوش اومدید. این ویدیو مربوط میشه به بخش دوم از محصول آموزشی 30 ایده و فرم کاربردی برای ساخت ویدیوها که قسمت قبلش رو در ویدیو قبل براتون توی کانال قرار دادم و اگه ندیدید میتونید برید اون رو تماشا کنید اگه به این موضوع علاقه دارید. این قسمت از ویدیوی ما، یعنی این بخش از ویدیوی ما، مربوط میشه به بخش دوم از این محصول آموزشی که اگه دوست دارید میتونید ادامه ویدیو رو تماشا کنید. موضوع کانال ویدیو باز مربوط میشه به دنیای ویدیو و مربوط میشه به موضوعاتی که ربط پیدا میکنه به بحث یوتیوب، ولاگری و اینفلوئنسری. مربوط میشه به بحث ویدیو مارکتینگ، ویدیو برندینگ و در کل استفاده های مختلفی که ما میتونیم از ویدیو کنیم. اگه به این موضوع علاقه دارید ازتون میخوام که کانال ویدیو باز رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنار اون رو هم اگر بزنید، به محض اینکه ویدیو جدید آپلود بشه میتونید از اون اطلاع پیدا کنید و بیاید اون ویدیو رو تماشا کنید. بریم سراغ بخش دوم از محصول آموزشی 30 ایده و فرم کاربردی برای ساخت ویدیو. با فرم ششم از ایده هایی که ما میتونیم باهاشون ویدیوهای خودمون رو تولید کنیم در خدمت شما هستم، فرم بررسی محصول. یعنی چی؟ این فرم از ویدیوها محبوبیتشون متوسطه و از اون طرف ولی پتانسیل رشد بالایی دارن. بهترین بررسی‌هایی که روی محصولات معمولاً انجام میشه، بررسی‌هایی که توسط شخص سوم داره انجام میشه. یعنی یک شخص ثالثی رو ما در این ویدیوها طراحی می‌کنیم که حضور داشته باشه و محصول ما و سرویس ما رو بررسی کنه. بهترین توصیه‌ای که میتونم توی این فرم از ویدیوها داشته باشم اینه که تلاش کنید که کمتر خودتون در ویدیوهای بررسی محصولتون حضور داشته باشید و از اعتبار و شرایط و موقعیتی که یک شخص دیگه و یک گروه دیگه‌ای به عنوان گروه سوم داره استفاده کنید، که اون گروه سوم الزاماً شاید مشتری‌های شما هم نباشند. یک شخصیه که یک اعتباری داره، یک مجموعه که یک اعتباری داره و در رابطه با محصول شما یک بررسی رو انجام میده و در قالب ویدیو ارائه میشه. بررسی های حالا توی این ویدیو انجام میشه میتونه توی خیلی از پلتفرم ها، خیلی از تیوب ها و جاهای مختلف پخش بشه، همونجوری که الان مثلا شما توی آپارات، توی یوتیوب و ما بقیه سرویس هایی که این همچین کاری رو دارن انجام میدن بگردید میبینید که ویدیوهایی که محصولات رو داره بررسی میکنه کم نیستن و این نشون میده که یکی از جاهای فوق‌العاده بالایی که خیلی از مشتری‌ها بدون اینکه شما بدونید دنبال این هستن که بدونن محصول شما و سرویس شما چه ویژگی‌هایی داره و چطور کار میکنه، اونجاها سراغ این مدل از ویدیوها شاید میرن. تا اونجایی که اونها به شما کمک میکنه باید تلاش کنید که، یعنی این ویدیوها به شما کمک میکنه، باید تلاش کنید که مدام ارجاع بدید این ویدیوها رو به محصول خودتون. یعنی اون شخص ثالث و اون نفر سوم در ظاهر بدون هیچ قضاوت از پیش تعیین شده سراغ یک مدل از سرویس ها و محصولات میره و یک بررسی رو در رابطه با اونها انجام میده که در لایه دوم معنای اون داره ارجاع میده اون بررسی ها رو به سرویس شما و محصول شما. همونجوری که گفتم این شخص ثالث بهتره که یک شخص معتبری در اون بازار باشه که وقتی که داره محصول شما رو بررسی میکنه، نظری که در رابطه با اون محصول میده نظر معتبر و قانع کننده و مورد اطمینانی باشه برای بازار شما. توی این ویدیوها میشه به صورت ضمنی و خیلی ظریف در رابطه با برتری هایی که احتمالاً اون سرویس یا محصول نسبت به مشابه های خودش در بازار داره صحبت بشه و و و موارد اینطوری. ولی نکته مهمش همون بحث اینه که ترجیحاً خودتون توی این ویدیوها نباشید و از یک نیروی سومی کمک بگیرید برای اینکه بتونید بررسی محصول و اون آنالیز محصولی که دوست دارید در موردش صحبت بشه
از طریق اون کانال و اون شخص سوم انجام گرفته باشه. فرم هفتمی که در رابطه با اون صحبت میکنیم نمایش محصوله، نمایش یا حالا ارائه‌ای که از اون محصول داریم برای اینکه بگیم این چه محصولیه. این مدل از ویدیوها هم مثل فرم‌های قبلی خودشون محبوبیت متوسطی دارن و پتانسیل رشد بالایی. حالا نسخه نمایشی که معمولاً از اون محصول یا سرویس ما داریم باید نحوه کارکرد اون محصول رو نشون بده. دقت کنید به این نکته که ما باید توی این مدل از ویدیوها دنبال این باشیم که کارکرد اون محصول و سرویس رو به مخاطب‌های خودمون و بازار خودمون نشون بدیم و در حقیقت همون ویژگی‌هایی که توی فرم‌های قبلی هم بهش تاکید کردم، ویژگی‌هایی که باعث شده که ما ادعا کنیم که محصول ما و سرویس ما میتونه به درد اونها بخوره و نیاز اونها رو برطرف کنه. حالا فیلم برداری هایی که از صحنه های مختلف نرم افزاری میشه و کارکرد هایی که اون داره یک جاهایی میتونیم بهش اشاره کنیم، یا یک برش مثلا 3D که از یک قطعه یا یک محصول وجود داره، همه اینها فرمت هایی که توی این فرم از ویدیو میتونیم ازش استفاده کنیم و تأثیر خیلی خیلی میتونه بالایی روی مخاطب ها داشته باشه. در حقیقت این فرم از ویدیوها برای تاثیرگذاری روی یک بخشی از بازار ماه که همچنان دور از اون چرخه خرید و چرخه فروش ما قرار دارن و اونها میخوان یک سری اطلاعات بیشتر و شاید تکنیکی تری رو از اون سرویس ما و محصول ما بگیرن و بیشتر تارگتی که این فرم از ویدیوها داره سراغ این بخش از اون بازار میره و اونها رو مد نظر میذاره. توی بازاریابی مثلا تکنولوژی که هست توی ماشین، توی موبایل، اگه دقت کنید خیلی خیلی زیاد داره از این مدل از تبلیغات و فرم‌های ویدیویی برای بازاریابی، برندسازی و فروش استفاده میشه و یک جورایی مثلا توی بازار تکنولوژی به دنبال تایید گرفتن‌های فنی در رابطه با اون سرویس یا محصول هستن. این فرم از ویدیوها هدفشون تاییدیه گرفتن از اون بازاره و تایید کردن این که این فرم از سرویس، این محصول چطور میتونه مورد تایید شما باشه از بابت این که بخواید برید سراغش و از اون استفاده کنید. و حالا اگه دقت کنید توی چرخه های طولانی مدت، یعنی در طول چرخه‌ای که ما می‌خوایم کار فروش رو انجام بدیم، برای اون هدف گذاری ها و تارگت های بزرگ خیلی خیلی زیاد داره از این فرم از ویدیوها استفاده میشه. همونجوری که گفتم مثلا بازار تکنولوژی یک بازار بزرگیه که هدف گذاری هایی که برای اون میشه هدف گذاری های کوچیکی نیست که به این آسونی شاید بشه بهش رسید. و یکی از فرم‌های ویدیویی که خیلی میتونه بهشون کمک کنه همین فرم نمایش محصوله که از اون دارن همچنان استفاده میکنن با خلاقیت خودشون و توجه کردن به این که کجاها میتونن نظر مخاطبهای خودشون رو بیشتر جلب کنن و این فرم از ویدیوها رو برای اونها جذابتر و مؤثرتر ارائه بدن. فرم هشتم ما فرم محبوب و پرطرفدار داستان‌های دیداریه. منظورمون چیه؟ داستان‌های دیداری حالا به ظاهر محبوبیتشون متوسطه در اوایل کار، ولی پتانسیل رشد بالایی دارن. جاهایی که ما میایم مثلا برای افزایش محبوبیت اون سرویسمون، برای اینکه به نوعی از المان‌های بصری خیلی بیشتری استفاده کنیم که مخاطب‌های ما دوست دارن، میاییم از تصویرها استفاده می‌کنیم، میاییم موشن گرافیک یا انیمیشن می‌سازیم، میاییم از گرافیک‌های حرکتی و موارد از این دست استفاده می‌کنیم که این فرم از ویدیوهای خودمون رو به بازار ارائه بدیم و مخاطب‌های خودمون رو ترغیب کنیم که این ویدیوها رو ببینن. کارکرد این نوع از ویدیوها اگه بخوام بگم، با توجه به این که از پتانسیل گرافیک خیلی داره توش استفاده میشه، برای ساده کردن و جذاب کردن موارد پیچیده خیلی خیلی این فرم از ویدیوها میتونه به ما کمک کنه. یعنی اگر ما یک مفهوم پیچیده‌ای داریم و
توضیح در مورد اون خیلی طول میکشه و خیلی سخت خواهد بود، میتونیم از قدرت این فرم از ویدیوها استفاده کنیم و در حقیقت اون قدرت داستان، سناریو و ایده‌ای که میتونیم داخل این فرم از ویدیوها بریزیم استفاده کنیم و به یک شیوه ساده و جذاب اونها رو به مخاطبهای خودمون نشون بدیم. پیچیدگی توی ویدیوها مخاطب ما رو دور میکنه از ما، از برند ما، از سرویس ما. ما هر چقدر بتونیم توی ویدیوهای خودمون ساده تر و قابل فهم تر و در عین حال جذاب تر پیام خودمون رو انتقال بدیم، ما برنده تر هستیم. پس یادتون باشه این فرم از ویدیوها یکی از کارکردهایی که میتونه برای ما داشته باشه توی موارد خیلی پیچیده است. به خاطر این میگم که حالا الزاماً چون ما از موشن گرافیک مثلا خوشمون میاد شاید نتونیم برای هر چیزی استفاده کنیم، ولی اگر مفاهیم و یک پیام پیچیده‌ای داریم که به این سادگی شاید گفتنش امکان پذیر نیست، میتونیم سراغ این فرم از ویدیوها بریم و از اونها استفاده کنیم که با قدرت بهتری با بازار خودمون ارتباط برقرار کنیم و روی اونها تأثیر بذاریم. فرم بعدی ما فرم بررسی شرکت. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا قبل از اینکه اینو بگم، یعنی این فرم از ویدیوها محبوبیتشون خیلی بالاست. دلیلش رو توی صحبت‌هام الان خدمتتون میگم. اما پتانسیل رشدشون متوسطه. دلیل محبوبیتشون اینه که این فرم از ویدیوها در حقیقت معادل ویدیویی بروشور یک مجموعه و یک شرکت که خیلی از شرکت‌های شاید کوچیک بیشتر تلاش میکنن از اونها استفاده کنن، چون که به دنبال این هستن که اگر مثلا سایتی دارن ترافیک بهتری رو برای سایت خودشون جذب کنن و تلاش کنن که افراد بیشتر با این مجموعه، با این تیم، با اون کسانی که دارن اون کار رو، اون سرویس رو، اون محصول رو ارائه میدن آشنا بشن. توی این ویدیوها معمولا در رابطه با سابقه شرکت صحبت میشه، در رابطه با محصول‌های کلیدی و مهمی که مد نظر شرکت صحبت میشه، در رابطه با صاحب‌های اون کسب و کار، مدیران و کسانی که به نوعی دستن در کار برای شکلگیری اون به سرویس و محصولی هستن صحبت میشه و در این ویدیو کل اگر بخوام بگم اطلاعات کسب و کار ما فرم کاربردی توی این فرم از ویدیوها قابل ارائه ویدیوها که قسمت قبلش رو در ویدیو قبل وقتی که ما یک ویدیویی رو میسازیم و تلاش میکنیم به عنوان بروشور، به عنوان یک مجموعی از اطلاعاتی که ما توی بروشورهای کاغذی میخواییم ارائه بدیم، توی اون ویدیوها تلاش میکنیم این اطلاعات و پیام رو منتقل کنیم، باید به دنبال این باشیم که از لحاظ سناریویی که براش در نظر میگیریم و از لحاظ کیفیت موضوع کانال ویدیو باز مربوط میشه به دنیای ویدیو و مربوط میشه به موضوعات که بحث بیشتری داشته به بحث یوتیوب، چون وقتی که ویدیوی ما رو میبینه اگر ویدیوی ما کیفیت فنی خوبی نداشته باشه، ویدیو مارکتینگ، ویدیو برندینگ و در کل در ناخودآگاه تماشاگر ما و مخاطب ما اگه به این موضوع پیغام دارید انتقال پیدا میکنه که کانال ویدیو باز رو سابسکرایب کنید، این مجموعه شاید نیست که من به دنبالش هستم برای رفع نیاز از برای استفاده از اون محصول یا سرویسی که ارائه میده. بخش دوم از نکته مهم توی این فرم از ویدیوها اینه که به کیفیت فنی و ساختی که از لحاظ حالا شرایط تولیدی داره باید خیلی توجه کنیم و روی اون وسواس داشته باشیم، منتها با یک برنامه درست و یک سناریوی درستی که میتونیم براش طراحی کنیم و به سراغ اون بریم که چطور این کار رو باید انجام بدیم. اما فرم بسیار بسیار قابل استفاده ویدیوهای آموزشی. این فرم از ویدیوها محبوبیت بسیار بالایی دارن و پتانسیل رشد خیلی خوب و بالایی رو میتونن داشته باشن اگر درست از اونها استفاده کنیم. ببینید، ما با یک بازاری معمولا طرف هستیم که یک بخشی از پرسش هایی که در ذهنش وجود داره رو به دنبال پاسخ اون میگرده و از اون مهمتر یک سری پرسش ها در ذهن این مخاطب و این بازار وجود داره که خودش هم از اون مطلع نیست. وقتی که ما ویدیوهای آموزشیمون رو طراحی میکنیم و به سراغ مخاطبهای خودمون میریم، باید بتونیم این دو طیف از پرسش ها رو
پوشش بدیم و به مخاطبهای خودمون کمک کنیم که جوابهای اونها رو بگیرن. تمام افراد تقریبا یک جاهایی به سراغ ویدیوهای آموزشی میرن متناسب با نیاز خودشون، یا میخواد یک نکته رو یاد بگیره، یک ترفندی رو یاد بگیره، یک تکنیکی رو یاد بگیره، یک مدل از غذا درست کردن رو مثلا در بحث آشپزی یاد بگیره و و و موارد خیلی خیلی زیادی که مطمئنم الان توی ذهن شما اون موارد وجود داره و خیلی از ویدیوهای از این دست رو دیدید. اینکه چطور باید از اون محصول استفاده کنیم، چه کمکی میتونه بکنه و همه اینها، همه اینها در قالب ویدیوهای آموزشی قابل ارائه است. ویدیوهای آموزشی یکی از پرقدرت‌ترین و محبوب‌ترین ویدیوهایی که وجود داره. خیلی هم زیاد داره تولید میشه، اما کاری که ما میتونیم بکنیم که متفاوت باشیم از مابقی فرم‌های ویدیوهای آموزشی اینه که درست برنامه ریزی کنیم و بدونیم بر چه اساس داریم سراغ اون آموزش میریم. اون آموزش‌ها رو چه از لحاظ محتوای خلاقانه و چه از لحاظ انتخاب هوشمندانه موضوعمون باید خیلی خیلی بهش توجه کنیم. ببینید دو تا نکته وجود داره در رابطه با ویدیوها که توی محصول ایده یابی برای ویدیو در موردش صحبت کردم و اون این دو مورد، یکی انتخاب هوشمندانه یک موضوع و ایده برای ساختن هست و دوم یک محتوای خلاقانه برای اون موضوعی که انتخاب کردیمه. این دوتا نکته خیلی به ما کمک میکنه که درستر و هدفمندتر ویدیوهای خودمون رو تولید کنیم، مخصوصا ویدیوهای آموزشی، ویدیوهایی که بحث آموزش رو به عنوان تارگت خودشون و استراتژی خودشون دارن. خیلی در تلاش هستن که این دوتا مورد رو حتما توی ویدیوهای خودشون لحاظ کنن و برندهای بزرگ دارن این کار رو انجام میدن با قدرت خیلی زیادی. محبوبیت بالای اینها عرض کردم به خاطر نیازیه که همیشه در بازار برای یاد گرفتن وجود داره در هر حوزه‌ای که هستیم و پتانسیل رشدش هم به دلیل همون محبوبیت میتونه باشه و اینکه اگر ما درست و خلاقانه ازش استفاده کنیم میتونه با سرعت خیلی زیادی این پتانسیل رو داره که رشد کنه و بازار رو جوابگو باشه بابت اتفاقاتی که مد نظر ما هست. این 10 تا فرمی که تا الان خدمتتون گفتم، 10 تا از فرم ها در حقیقت یک سوم از اون فرم هایی که براتون انتخاب کرده بودم که هر کدومش واقعا جا داره که ساعت ها بشینید در رابطه با اون فکر کنید، یادداشت بردارید و ببینید که در چه وضعیتی هستید برای تولید هر کدوم از اینها. و اگر شما درست و هوشمندانه سراغ این فرم ها برید، بهتون قول میدم که برای بحث ویدیوهاتون، برای بحث ویدیو مارکتینگتون، بعد از یک مدتی یک نتیجه خوبی رو از بازار خودتون و مخاطبهای خودتون خواهید گرفت که ته دلتون راضی خواهد بود از اینکه سراغ ویدیوها رفتید و از اونها استفاده کردید. توی بخش بعدی از ایده 11 در خدمتتون هستم. تمام نکته هایی که تا الان یادداشت کردید رو نگه دارید، چون مطمئنن بعدها به دردتون خواهد خورد و میتونه بهتون کمک کنه که ویدیوهای بهتر و قدرتمندتری رو بسازید. بریم سراغ فرم 11 که ما میتونیم برای تولید ویدیوهای خودمون استفاده کنیم. ویدیوهای تبلیغاتی بازرگانی. این ویدیوها همون جوری که میبینید که خیلی داره استفاده میشه به دلیل محبوبیت بالا و پتانسیل رشد خیلی بالایی که این فرم از ویدیوها داره، خیلی از برندها و شرکتها و مجموعه ها دارن از این فرم از ویدیوها استفاده میکنن. چند تا ویژگی داره استفاده از این فرم از ویدیوها و اون اینه که ما معمولا برای این فرم از ویدیوها مجبور به هزینه کردن هستیم. یعنی هزینه هایی که برندهای مختلف، شرکتهای مختلف توی این فرم از ویدیوها دارن هزینه های بالایه و در حقیقت بهتر اینجوری بگم که سرمایه گذاری های بالایی برای بحث تبلیغاتی و بازرگانی خودشون انجام میدن تا بتونن توی بازار حضور داشته باشن و برند خودشون رو یا بسازن و یا یادآوری کنن. یکی از کارهایی که معمولا توی این فرم از ویدیوها مد نظر تیم سازنده است
بحث برندسازیه که یا اون برند رو یادآوری میکنن و یا اون برند رو در تلاش هستن که بسازن و رشدش بدن. یک اتفاقی که وجود داره توی این مدل از فرم‌های ویدیویی توجه کردن به این موضوعه که درسته که ما داریم یک فرم و یک حالتی از ویدیو رو تولید میکنیم که حالت تبلیغاتی و بازرگانی داره، اما در حقیقت چالش بزرگی که اینجا وجود داره اینه که ایجاد کردن یک محتوای اختصاصی هدفمند برای هر مخاطب و هر بخشی از بازارمون یکی از بزرگترین چالش‌هاییه که توی این فرم از ویدیوها وجود داره. یعنی اینکه ما تبلیغاتی که داریم انجام میدیم توی این ویدیوهای خودمون چه ایده‌ای داره، این ایده قرار سراغ چه کسانی بره، چه نیازی رو مد نظر قرار میده برای اینکه در رابطه با اون یک پیام رو منتقل کنه، و تمام اینها از ویژگی‌هاییه که چه سناریویی براش طراحی کردیم، چه کست تولیدی رو برای ساخته شدن این ویدیوها آوردیم که این ویدیو رو تولید کنن تو بحث تولید. همه اینها از پارامترهای مهمیه که توی این فرم از ویدیوها باید توجه کنیم بهش. یعنی اینطور نیست که ما بخوایم یک کاری رو انجام بدیم، یک ویدیوی تبلیغاتی و بازرگانی رو بسازیم و همینطوری بدون هیچ برنامه و پلن درستی، بدون هیچ ایده درست و جذابی بخوایم سراغش بریم. اگه دقت کنید برندهایی توی این حوزه و توی این حوزه از تولید ویدیوها موفقن که ایده های بهتری دارن، که سناریوهای بهتری دارن، که تیم تولید خیلی بهتری دارن، و هر کدوم از اینها رو اگر ما از این فرم از ویدیوها بگیریم نتونستیم از قابلیت بزرگی که از لحاظ محبوبیت و پتانسیل رشد این ویدیوها داره استفاده کنیم. پس دقت کنید که برای اینکه ویدیوهای تبلیغاتی و بازرگانی بسازید باید بدونید که اون محتوا و اون پیغامی رو که قراره تو این ویدیوها انتقال بدید با چه ایده و پلن و با چه تیم تولیدی دارید انجام میدید و اون ویدیو رو میسازید. این نکته مهمیه که توی این ویدیوها وجود داره، ولی شاید به واسطه اینکه از لحاظ تولیدی هزینه بر هست خیلی ها سراغ این مدل از ویدیوها نرفتن، و یا خیلی وقتها رفتن با پول خوبی هم رفتن، اما اون سه فاکتور ایده، سناریو و کیفیت تولیدی رو در نظر نگرفتن و با یه استراتژی غلط این ویدیوها رو تولید کردن که در حقیقت یک جورای پول خودشون رو دور ریختن و نتونستن از این فرم از ویدیوها استفاده درست داشته باشن برای کارشون و برای برندشون. فرم بعدی که ما داریم فرم ویدیوهای ایمیلیه. یعنی ما توی ایمیل هامون میتونیم از ویدیوها استفاده کنیم به خاطر قابلیت خیلی خوبی که ایمیل ها در دنیای آنلاین داره و تأثیر بسیار بزرگی که داره و وضعیت روبه رشد عجیب غریبی که در این سالهای اخیر داره پیدا میکنه و نرخ باز کردن ایمیل ها همینطور هر ساله داره افزایش پیدا میکنه و خیلی از شرکت ها، برند ها و افراد یکی از استراتژی های بازاریابیشون استراتژی ایمیل مارکتینگ بوده و از اون استفاده دارن میکنن و به خوبی دارن توی بازار خودشون فعالیت میکنن و خیلی از رقیب های خودشون رو دارن کنار میزنن. توی ایمیل ها ما میتونیم از ویدیوهای خودمون استفاده کنیم، اما یک سری شاید محدودیت های فنی وجود داشته باشه. شاید ما نتونیم مثلا اون ویدیو رو تو خود ایمیل به مخاطب خودمون نشون بدیم، اما استفاده از ویدیو توی استفاده از لینک های ویدیویی، استفاده از ویدیو توی متن خودمون به صورت گیف یا هر شکل خوبی که بتونه این جذابیت رو ایجاد کنه با اون شرایط تبلیغ نویسی و اون محتوای متنی که توی ایمیلمون میزنیم، فوق العاده ویدیو میتونه کمک کنه به باز شدن اون ایمیل ها و اثرگذاری اون ایمیل ها. یعنی نرخ کلیک رو هم میتونه بالا ببره و به ما کمک کنه. این
فرم از ویدیوها محبوبیت متوسطی داره ولی پتانسیل رشد فوق‌العاده بالایی داره. محبوبیت متوسطش به واسطه خیلی گسترده بودن اونه و اینکه شاید روزانه چند صد ایمیل برای بعضی از افراد ارسال میشه که این اون جذابیت و اون محبوبیت رو شاید در وهله اول یک مقداری کم میکنه. اما اگر ما بتونیم درست از ویدیوها در ایمیل های خودمون استفاده کنیم، میتونیم فوق العاده به صورت هدفمند برای اون سرویس و محصولمون برنامه ریزی کنیم و کمک بگیریم از ایمیل هایی که داخل اونها محتوای ویدیویی قرار دادیم، برای اینکه بتونیم اون پیغامی رو که میخوایم به صورت خیلی اختصاصی برای اون فرد ارسال کنیم که در جریان اون قرار بگیره. فرم بعدی تولید ویدیو ما فرم رویداده، یعنی ویدیوهایی که ما در رویدادها داریم استفاده میکنیم. یک ویژگی فوق‌العاده مهم داره. ببینید، وقتی که ما یک رویداد رو داریم برگزار میکنیم، هر چقدر بزرگ اون رویداد داره برگزار میشه، به هر حال تعداد محدودی از افراد به صورت حضوری در اون رویداد و ایونت میتونن حضور داشته باشن و در جریان قرار بگیرن. ما میتونیم از این قابلیت به خوبی استفاده کنیم و اون رویدادها رو درست فیلم برداری کنیم، تیزرهای خوبی از اونها بسازیم، کلیپهای خوبی بسازیم و این گستره محدود خودمون رو نامحدود کنیم. در حقیقت این فرم از ویدیوها با یک تقابل محدود و نامحدود میتونه به درد ما بخوره. ویژگی محدود بودن رویدادها و استفاده از ویدیو برای اینکه اون رویداد رو به صورت نامحدود در اختیار بازار خودمون و مخاطبهای خودمون قرار بدیم که بتونن درگیر اون پیغام و اون موضوعی باشن که ما دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم. محبوبیت این فرم از ویدیوها به صورت کلی پایینه، اما باز هم رو پتانسیل رشد بالایی دارن. محبوبیت پایینشون از اون بابته که خیلی از رویدادها شاید به ظاهر فیلم برداری میشه و از اونها ویدیو تهیه میشه، اما هیچ خلاقیت، هیچ ایده درست و هیچ سناریوی درستی برای اون ویدیوها در نظر گرفته نشده. به صرف اینکه ما دوربین رو بکاریم، یک دوربین یا چند دوربین رو بکاریم و اون رویداد رو فیلم برداری کنیم، نمیتونه به ما کمک کنه که این فرم از ویدیوها مخاطبهای نامحدود خودشون رو پیدا کنن توی بازاری که مد نظر ما هست. پس حواسمون باشه توی تمام این فرم ها، دارم تاکید میکنم توی تمام این فرم ها، این که ما چطور داریم سراغ این فرم ها میریم و از اونها برای تولید ویدیوهامون استفاده میکنیم خیلی خیلی موضوع مهمیه. حواسمون باشه که چطور داریم از این فرم ها استفاده میکنیم، با چه روی کردی، چه چیزی داریم توی این فرم هامون که میتونه این فرم از ویدیوهامون رو که شاید خیلی از رقیب های ما هم دارن ازش استفاده میکنن متمایز کنه از اون ویدیوهایی که وجود داره در اون بازار. به این نکته فکر کنیم و تلاش کنیم در این راستا ویدیوهای خودمون رو حتما تولید کنیم و ازشون استفاده کنیم. اما فرم ویدیوهای موبایلی، موبایل به طرز خیلی عجیب و غریبی داره نرخ استفاده از این موبایل های هوشمند در دنیا افزایش پیدا میکنه. یعنی ما این امکان رو داریم که در گوشی شخصی تمام افراد بازار خودمون حضور داشته باشیم. اگر استراتژی درستی برای اون در نظر گرفته باشیم و درست به سراغ تولید ویدیوهای خودمون برای این فرم از اصطلاحاً دیوایس ها رفته باشیم. ببینید، بعضی از ویدیوها روی دسکتاپ اثر خوبی دارن، بعضی از ویدیوها روی موبایل اثر خوبی دارن، چه از لحاظ فنی، حجم و حتی ایده، حتی اندازه کادر، تمام اینها روی ویدیوهای موبایلی خیلی خیلی تأثیر داره. یعنی اگر شما دارید ویدیویی رو تولید میکنید که مخاطبهای شما اکثرا قرار با موبایل اون رو ببینن، با ویژگی‌های خود موبایل اون ویدیو رو تولید کنید. مثلا روی اینستاگرام که تقریبا 90% افراد، 95% افراد
به جای دسکتاپ از طریق موبایلشون دارن اون ویدیوهایی که توی اینستاگرام یا حالا هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای وجود داره میبینن. ما نمیتونیم از هر کادری استفاده کنیم، نمیتونیم هر چیزی که فکر میکنیم روی دسکتاپ شاید جواب میده اونجا هم جواب بده. باید ویدیوهامون رو درست طراحی کنیم برای اون دیوایس موبایلی که وجود داره. تبلت خودش یک شرایطی داره، موبایل یک شرایطی داره و این یک فرم فوق‌العاده قویه و واقعا توصیه میکنم که خیلی خوب در رابطه با اون فکر کنید که چطور میخواید از ویدیوهاتون برای مخاطبهای خودتون روی موبایل ویدیو تولید کنید و در اختیار اونها قرار بدید. محبوبیتشون فوق‌العاده بالاست و پتانسیل رشد بسیار بسیار بالایی هم داره، به خاطر اینکه در هر موقعیتی که معمولا افراد گوشی موبایلشون باهاشون هست، این امکان وجود داره که شما ویدیوی شما توسط اون مخاطب و اون بازاری که مد نظرتون هست دیده بشه. ویدیوهای طولانی مدت روی موبایل جواب نمیده معمولا. ویدیوهای کوتاه، ویدیوهایی که بتونه به صورت مینیمال فوق‌العاده این افراد رو جذب کنه و درگیر کنه با اون پیغام و اون اصطلاحاً کانسپتی که مد نظرمونه برای اینکه اون پیغام رو بهش برسونیم. پس ویدیوهای موبایلی رو خیلی خیلی جدی بگیرید، برای اونها درست ایده پیدا کنیم، برای اونها درست برنامه ریزی و سناریو داشته باشیم و درست استراتژی خوبی رو برای اونها انتخاب کنیم که بتونیم از قابلیت فوق‌العاده بالایی که چه تو محبوبیت و چه توی رشد دارن اینها برای کار خودمون و برند خودمون استفاده کنیم. ویدیوهای صفحه نمایش، این مدل از ویدیوها محبوبیتشون پایینه و پتانسیل رشد پایینی هم داره. دلیل اینکه این فرم از ویدیو رو توی این آموزش انتخاب کردم به خاطر سادگی ساخت اونهاست. الان ویدیویی که شما دارید میبینید ویدیویی که با همین تکنیک صفحه نمایش ساخته شده، با یه انواع و اقسام نرم افزارهای مختلفی که وجود داره که از صفحه دسکتاپ شما یا حتی موبایل شما فیلم برداری میکنه و شما میتونید یک ویدیو رو تهیه کنید و در اختیار مخاطبهای خودتون قرار بدید. محبوبیتشون پایینه به خاطر اینکه شاید خیلی جذابیت های عجیب غریبی توش نشه به کار برد و پتانسیل رشدشون هم به تبع پایینه، اما این دلیل بر استفاده نکردن از این فرم از ویدیوها نیست. ما خیلی از مواقع از این فرم از ویدیوها میتونیم استفاده کنیم برای اینکه در یک بازاری حضور داشته باشیم. این مدل از ویدیوها در تلفیق با فرم آموزشی خیلی از مواقع جواب میده و میتونه کمک کنه به رفع نیاز مخاطبهای ما برای اینکه با این ویدیوها اون پیغامی که ما میخوایم رو دریافت کنن. نمونهش همین ویدیویی که الان شما دارید میبینید. من یک محتوای آموزشی رو با یک فرم دیگه که فرم فیلم برداری و ویدیو گرفتن از صفحه نمایش ترکیب کردم و یک ویدیوی ساده‌ای رو در اختیار شما قرار دادم که یک محتوای آموزشی داره که میتونه به صورت سرفصل‌وار به شما کمک کنه که یک سری از مفاهیم رو یاد بگیرید و با اونها آشنا بشید. پس همون جور که خدمتتون گفتم، محبوبیت پایین اون و پتانسیل رشد پایین اون دلیل بر استفاده نکردن از اون نیست. ما باید درست و به جا ازش استفاده کنیم و در ترکیب با فرم‌های دیگه می‌بینید که چقدر میتونه به ما کمک کنه و از لحاظ پتانسیل رشد از حالت کمش پتانسیل رشد بسیار بالا و خوبی رو هم برای ما و کسب و کار ما و برند ما داشته باشه.